نظام حکومتی آپارتاید توی آفریقای جنوبی واسه حدود 50 سال چنان ظلمی به سیاه‌پوستای این کشور کرد که تو تاریخ معاصر بی سابقه است. واقعا باورش سخته که این همه تبعیض و تفکیک و خشونت نژادی نه خیلی دور همین 30-40 سال پیش داشته سر مردم آفریقای جنوبی می اومده. توی چهارمین سانگل از پادکست آلبوم به اسم سیاه زیباست که هم ویدیوش توی یوتیوب و هم پادکستش منتشر شده، یه توضیح نسبتاً مفصل در مورد تاریخ آفریقای جنوبی و نظام آپارتاید و مبارزه باهاش دادم. داستان زندگی و کشته شدن یکی از قهرمان این کشور یعنی استیو بیکو رو هم تعریف کردم و اینکه چطوری مرگ بیکو باعث شده که آرتیست مشهور انگلیسی پیتر گیبریل آهنگ بیکو یعنی مهمترین آهنگ ضد آپارتاید غیر آفریقایی رو بسازه. اگه اون ویدیو رو دیده باشین یا پادکست رو شنیده باشین، اونجا گفتم که وقتی آهنگ بیکو منتشر شد باعث شد که توجه خیلی ها از جمله هنرمندا به مسئله آپارتاید آفریقای جنوبی جلب بشه که یکی از اون آرتیستا استیون ون زنت بود. ون زنت بعد از شنیدن بیکوی پیتر گیبریل حواسش جمع و گوشاش تیز شده بود و مسائل مربوط به آفریقای جنوبی رو دنبال میکرد تا اینکه در نهایت دست به کار شد و پروژه استثنایی اتحاد هنرمندان علیه آپارتاید را انداخت. سلام، من بردیا برجسته نژادم، اینجا کانال پادکست آلبومه. توی این ویدیو میخوام از پروژه Artists United Against Apartheid بهتون بگم، اینکه چرا شکل گرفت، چطوری شکل گرفت، چه کسایی باش همکاری کردن و ماجرای آهنگ سان سیتی و آلبوم سان سیتی چی بود. اگه یادتون باشه توی سانگل چهارم گفتم که حزب ملی آفریقای جنوبی با نظام عجیب و غریب آپارتایدش به یه نقطه رسید که سیاه‌پوستا رو برد مستقر کرد توی یه جاهای پرت و پلا. بعدم گفتش که ما دیگه به شماها کار نداریم، هیچی هم بهتون نمیدیم، خودتون یه طوری از پس خودتون بر بیاین. این طوری شد که منطقه بانتوستان به وجود اومد. بانتوستان رئیس جمهور و سیستم و فاز خودشو داشت، از قانونای آفریقای جنوبی هم تبعیت نمی‌کرد. منتها هیچ جای دنیا اونا رو به عنوان یک کشور مستقل به رسمیت نمیشناختن. فقط از نظر خود آفریقای جنوبی بانتوستان کشور دیگه بود. کاری حالا به این که چی شد و چطور شد نداریم الان، ولی قضیه این که قانونای آفریقای جنوبی توی بانتوستان حاکم نبود بعد یه مدت باعث شدش که یه عده یه تورایی یه راهایی پیدا بکنن که بتونن ازش سوء استفاده کنن. معروفترین اتفاقی هم که افتاد راه اندازی یه مرکز تفریحی و کازینوی عظیم و شیک و حسابی توی 140 کیلومتری جوانسبرگ و نزدیک شهر راستنبرگ بود به اسم سان سیتی. اینجوری که چون توی آفریقای جنوبی قمار کردن و نمایش عمومی برهنگی ممنوع بود ولی تو بانتوستان مشکلی نداشت، اومدن کازینوشون رو زدن اونجا تو دل منطقه سیاه پوست نشین اما با پرچم آپارتاید، یعنی ورود سیاه ها ممنوع. آفریقای جنوبی سر نظام حکومتی آپارتاید تو کل دنیا به حد کافی بدنام بود. سان سیتی هم شد یه ننگ دیگه براشون. قضیه خیلی زایه بود. فکر کنین یه جای فوق‌العاده لوکس و گرون و شیک و درست کرده بودن واسه سفیدای پولدار وسط زندگی سیاهای فقیر. اینقدر این موضوع زشت بود که حتی سازمان ملل که معمولاً به جای اینکه کاری بکنه فقط همه چی رو محکوم می‌کنه، یه بایکوت فرهنگی راه انداخت که یه بخشش این بودش که آرتیستا نرن توی سان سیتی کنسرت بذارن. خیلی همکاری کردن باشون، خیلی هم نکردن. سر پول بود حالا یا هر چیز دیگه، یه سری پاشدن رفتن کنسرتشون هم گذاشتن اونجا. گروه The Beach Boys، لیندا روینشتت، شیر، میلی جکسون، لیزا مینلی، فرانک سیناترا، شرلی بسی، اولیویا نیوتون جان، دارلی پارتون، راد استوارت، التون جان و یه سری های دیگه بدون اینکه به این بایکوت کار داشته باشن رفتن توی سان سیتی و کنسرتشون هم برگزار کردن. گروه کوین هم اجرا داشت اونجا که خیلی هم ازشون انتقاد شد، اونقدر که اتحادیه موزیسینای انگلیس جریمهشون کرد. سازمان ملل هم اسمشون رو گذاشت توی لیست سیاهش. آخر سرم مجبور شدن بیان توضیح بدن و یه جورای معذرت بخوان. اون موقعی که آهنگ بیکوی پیتر گیبریل تو سال 1980 منتشر شد، استیون ون زنت 30 ساله 5 سال بود که عضو بکینگ بند بروس اسپرینگستین شده بود، یعنی گروه ای استریت بند. به عنوان آهنگساز و تهیه کنندم یه اسمی در کرده بود واسه خودش. یه مدتی هم بودش که داشتش به سولو آرتیست شدن و تنهایی کار کردن فکر میکرد. ون زنت از اون آرتیست شیش دونگا بود که هم پیگیر چیزای سیاسی بود، همین که اظهار نظر میکرد در موردشون. اما شنیدن آهنگ بیکو براش یه نقطه عطف بود، اینطوری که فهمید نباید فقط حواسش به مسائل مربوط به آمریکا باشه. اینکه وقتی یه ور دیگه دنیا یه عده دارن توی بدبختی زندگی میکنن، نباید ساکت بشینه بگه به من ربطی نداره. ون‌زنت شروع کرد خوندن و تحقیق کردن در مورد آپارتاید که رسید به سان سیتی. خیلی شاکی شد.
اینکه اونا دارن توی آفریقا همچین کاری میکنن جای خودش، بیشتر شاکی بودش که چرا یه سری از رفیقا و همکاراش اصلا عین خیالشون نیست و دارن کنسرت میذارن اونجا. عصبانی بود که یعنی چی که ما سیاسی نیستیم؟ سیاسی نیستی خب نباش، آدم که هستی، هر جای دیگه دنیا که خواستی برو کنسرت بذار، این یکی جا رو بی خیال شو، فقیر نمیشی که. ونزنت رسید به نقطه‌ای که دید دیگه یه کاری باید بکنه. موضوع رو بالا پایین کرد، بیشتر خون در موردش، مشورت کرد با آدمای مختلف، تا آخر سر رسید به ساخت یه آهنگ به اسم سان سیتی. یه آهنگ محکم و قاطع و بد اخلاق، هم خطاب به مدیرای سان سیتی، هم آرتیستایی که میرن اونجا اجرا میکنن. ونزنت واسه نوشتن و اجرای آهنگ سان سیتی با دو تا آدم مهم کار کرد. نفر اول آرتور بیکر که شد تهیه کننده، که واسه در اومدن و اجرای آهنگ خیلی به ونزنت کمک کرد. نفر دوم که خیلی هم مهمتر بود، یکی بود به اسم دنی شکتر. شکتر ژورنالیست بود که اون موقع با مجله خبری 2020 که واسه ABC نیوز بود کار میکرد. موقعی که ونزنت به شکتر گفتش که داره روی یه همچین ایده‌ای کار میکنه، شکتر گفتش که اینو اگه بخوای خودت اجرا بکنی هیچ اتفاقی نمیفته، توجه کسی رو هم جلب نمیکنه. اگه میخوای صدات به گوش همه برسه، باید اینو تبدیلش بکنی به یه چیزی تو مایه‌های We Are The World. تو پرانتز بگم، میدونین خودتون حتما، We Are The World همون آهنگی که مایکل جکسون و لاینر ریچی نوشته بودن که کلی آرتیست گردن کلفت و معروف اجراش کردن، که در مورد قحطی توی اتیوپی بود، که اتفاقا تازه چند ماه بود که منتشر شده بود. شکتر حرف قشنگی زد، برگشت گفتش که تو باید یه آهنگ با فاز We Are The World بسازی، اما واسه تغییر نه واسه خیریه، واسه آزادی نه واسه قحطی. پس کارهای ساختن و نوشتن آهنگ سان سیتی که تموم شد و رسیدن به اجرا، ونزنت با همون فرمون شکتر، با کمک خود شکتر و البته تهیه کننده یعنی بیکر، نشستن یه لیست در آوردن از آرتیست های مختلف و دونه دونه باشون تماس گرفتن و دعوتشون کردن که بیان توی اجرای آهنگ مشارکت داشته باشن. همین کار و صحبت کردن و هماهنگ کردن آرتیست‌ها خودش چند ماه طول کشید. مسئله چیز کوچیکی نبود. جدا از این که می‌خواستن به حد کفایت آرتیست جمع کنن، اولا باید دنبال معروفای دهه 80 می‌رفتن که پیامشون بیشتر و بهتر شنیده بشه. دوما باید قانعشون می‌کردن که بیان یه همچین آهنگ سیاسی رو اجرا بکنن. سوم این که باید راضی می‌شدن که تعهد اخلاقی بدن که به هیچ وجه بعداً نمیرن توی سان سیتی کنسرت بذارن. این یکی خیلی مهم بود. فکر کنین یکی بیاد ضد آپارتاید و ضد سان سیتی بخونه، بعد پاشه بره سان سیتی کنسرت بذاره، همه چی میره زیر سوال. اون اولش بیکر و شکتر هی به ونزنت اصرار میکردن که برو با بروس اسپرینگستین صحبت بکن. از اون شاختر که نداریم، رفیقت هم که هست، 5 ساله دارین با هم تو یه گروه کار میکنین، اگه اون بیاد پشتبندش همه میان. ونزنت ولی میگفت نه، میگفت اسپرینگستین زیادی مهربونه، چون رفیقیم معذب میشه قبول میکنه، منم نمیخوام مجبورش بکنم. اونقدر نگفت که آخر سر خود شکتر تماس گرفت با اسپرینگستین، قضیه رو گفت، گفت شما یکم فکر کن ببین میخوای باشی یا نه. اونم گفتش که فکر نمیخواد که من هستم. کلا ونزنت خجالتی بود، روش نمیشد از کسی بخواد بیاد تو پروژش. سر تماس گرفتن با اسطوره موسیقی جاز یعنی مایلز دیویس هم مشکل داشت. میگفت من اصلا عددی نیستم به دیویس زنگ بزنم. بازم شکتر حرف زد با دیویس که اونم قبول کرد. خلاصه همینطوری قضیه رو بردن جلو تا بالاخره بعد از چند ماه تونستن متنوع‌ترین ترکیب از هنرمندای موسیقی واسه اجرای یه اثر مشترک رو دور هم جمع بکنن. اسم پروژه رو هم گذاشتن اتحاد هنرمندان علیه آپارتاید، Artists United Against Apartheid. تعداد هنرمندایی که اومدن توی این پروژه قسم خوردن که هیچ وقت توی سان سیتی کنسرت نذارن شد 79 نفر. اولش می‌خواستم دونه دونه‌شون رو بگم بهتون، اما دیدم نمیشه. هر کدومم تو 10 ثانیه معرفی کنم میشه 13 دقیقه معرفی فقط. حوصله سربر میشه. این الان لیست کامل 79 نفره. خواننده و نوازنده از کشورهای مختلف. میخوان یه پاز بکنین یا نگاه بندازین بهش. تو این لیست اسم خیلی‌ها رو میشه دید. بونوی گروه یوتو، جکسون براون، مایلز دیویس، گروه ران دی ام سی، باب دیلن، پیتر گابریل که آهنگ بیکش علت اصلی شکل این پروژه بود. باب گلدوف گروه The Boomtown Rats، اعضای گروه هالن اوتس، مایکل مونرو گروه هانوی راکس، جوی رامون گروه رامونز، لورید گروه The Velvet Underground، بروس اسپرینگستین عزیز، رینگو استار گروه بیتلز با پسرش زک استارکی، پیت تاونسنت گروه دهو و خیلی های دیگه که دارین اسماشون رو توی لیست میبینی.
اینم البته بگم که همه آرتیستایی که اینا رفتن سراغشون قبول نکردن که بیان تو این پروژه. مثلا پل سایمون نیومد. یه چیز جالبم این که دو تا از هنرمندایی که توی این لیستن بعدن خیلی جدی وارد سیاست شدن. پیتر گارت، هنرمند استرالیایی و خواننده گروه میدنایت اویل، شد وزیر محیط زیست و بدترش وزیر آموزش و پرورش استرالیا. روبن بلیدز، آرتیست موسیقی لاتینم که بعدها شد وزیر گردشگری پاناما. یه چیز جالب دیگه هم این که یکی از آرتیستایی که اومد واسه اجرای این آهنگ جیل اسکات هرون بود. ایشون شاعر و موزیسین و خواننده جاز بود. نکتهش اینه که جیل اسکات هرون تقریبا اولین آرتیستیه که یه آهنگ خارجی ضد آپارتاید منتشر کرده. یه آهنگ به اسم جوانسبرگ واسه سال 1975، یعنی 5 سال قبل از آهنگ بیکوی پیتر گیبریل. کلا قبل از اینکه اصلا استیو بیکو کشته بشه. پس اینطوری و با این همه ستاره تیمی که قرار بود آهنگو اجرا کنن کامل شد. قرارم شدش که شکتر از پروسه کار و پشت صحنه و ضبط آهنگ مستند بسازه که بتونن بعدن پخشش کنن و قضیه رو بیشتر اطلاع رسانی کنن. واسه موزیک ویدیوی آهنگم رفتن سراغ جاناتان دمی. دمی همون کارگردانیه که تو سال 1991 واسه ساخت فیلم سکوت بره‌ها اسکار گرفت. واسه ضبط ویدیو رفتن توی خیابونای نیویورک. اینطوری که آرتیست‌ها پخش شدن توی خیابون و لای مردم و توی شلوغی، خودشون هم که شلوغ بودن، آهنگو اینطوری اجرا کردن. فیلم برداری 2 روز طول کشید. 150 تا پلیس تمام مدت مراقب واسطه بودن که یه وقت اتفاقی نیفته. ویدیوی جالبی شده کلن، اگه البته افکتای بیمزهی دهه 80 رو لحاظ نکنیم. کلن همین که خیلی از آرتیست‌ها رو کنار هم می‌بینیم جذابه واسه خودش. یه صحنه شاخص و معروفی که توی این ویدیوه اونجاشه که همه جمعن و دارن می‌خونن. فیلم بردارم انگار دراز کشته رو زمین داره از پایین از اینا که دارن میرقصن فیلم میگیره. سر صحنه انگار فیلم بردار چشمش میفته به بونو، میبینه داره بهش اشاره میکنه که از من بگیر. بعد بونو از لای جمعیت میاد، یه ماچ گنده میکاره روی لپ درن رابینسون، یعنی بونوی سفید پوست از گروه راک یوتو. جلوی دوربین لپ درن رابینسون سیاه پوست، معروف به ده هیومن بیت باکس از گروه هیپ هاپ ده فت بویز رو میبوسه. خیلی چیز خاصی شاید الان به نظر نیاد، ولی واسه اون موقع و پیامی که آهنگ داشت و موضوعی که دست گذاشته بودن روش، صحنه مهمی به حساب میاد. پس اینطوری کارای آهنگ سان سیتی با این گروه عظیم از آرتیستای رنگ و وارنگ تموم شد. ونزن تصمیم گرفتش که فقط به یه دونه آهنگ اکتفا نکنه و آهنگ سان سیتی رو تبدیل بکنه به آلبوم سان سیتی. اینطوری که چند تا آهنگ دیگر رو هم کار کردن، مجموعاً کردنش یه آلبوم با 7 تا ترک. یکیش که خود آهنگ سان سیتیه، یکی دیگه‌اش یه نسخه دیگه از آهنگ سان سیتیه که اینا کردیت شدن به استیون ونزنت. 4 تا آهنگ کردیت شدن به کل تیم، یعنی آرتیست یونایتد اگینست آپارتاید که هر کدومو یه تعدادی از همون آرتیستایی که توی لیست بودن اجرا کردن، همش هم تو همون فاز ضد آپارتاید. یکیش اسمش هستش که نه با آپارتاید، یکی دیگه وضعیت انقلابی، یکی دیگه هم کارت شناساییت رو نشون بده. این شد پس 6 تا آهنگ. یکی دیگه هم هست به اسم نقره و طلا که این یکی فقط کردیت شده به بونو، خواننده گروه یوتو، که توش ران وود و کیث ریچارد، یعنی 2 نفر عضو گروه د رولینگ استونز هم حضور دارن. جالب اینه که ونزنت واسه اینکه بعداً سر انتشار و پخش و پروموت کردن آلبوم به مشکل نخوره و کسی نخواد ملاحظه سیاسی داشته باشه، تمام هزینه ها رو از جیب خودش داد. البته که اکثر کسایی که با این پروژه کار کردن اصلا پول نگرفتن. اونایی که اومدن واسه اجرا که تقریبا همشون مجانی اومدن. آرتور بیکر تهیه کننده مجانی کار کرد. یه سری عوامل استودیو و چیزای فنی هم پول نگرفتن. البته که وسطای کار کمپانی منهتن اومد یه پول خوبی دونیت کرد به پروژه و مجانی یه سری کارا رو گردن گرفت. و در نهایت 16 اکتبر 1985 آهنگ سان سیتی به صورت سینگل و 9 روز بعدش 25 اکتبر 1985 خود آلبوم سان سیتی منتشر شد. بیشتر از نصف رادیوهای آمریکا چون به نظرشون سان سیتی زیادی سیاسی بود، مخصوصا سر اینکه توی لیریکس به سیاست‌های رونالد ریگان رئیس جمهور گیر داده بود، پخشش نکردن. ریگان و کلاً جمهوری‌خواها خیلی دست به عصا بودن، میگفتن تو مسائل کشورهای دیگه نباید دخالت بکنیم. یه ماه بعد از انتشار آهنگ سان سیتی، دموکرات‌ها یه طرحی رو بردن سنا واسه تحریم آفریقای جنوبی که جمهوری‌خواها نذاشتن تصویب بشه. یه سال بعدش دوباره طرحو بردن سنا، این دفعه تصویب شد که تحریم کنن آفریقای جنوبی رو، ولی باز ریگان وتو کرد، گفت به ما ربطی نداره. سنا هم رأی گیری کرد، حق وتوی ریگان رو وتو کرد، گفت خیلی هم ربط داره.
ماجرا داره این خودش کلی که حالا کار نداریم. خلاصه اینکه خیلی از رادیو سان سیتی رو پخش نکردن، اما بازم تونست توی چارت بیلبورد بشه رتبه 38. البته که سان سیتی توی کشورهای دیگه که از این تعارف نداشتن و واسهشون مهم نبود که آهنگ به ریگان گیر داده، تونست بیشتر موفق بشه. توی هلند شد رتبه 3 چارت، توی استرالیا شد رتبه 4، توی کانادا 10، توی انگلیس 21، طبیعتاً هم توی آفریقای جنوبی پخشش به کل ممنوع شد. اینم بگم، شکتر رو گفتم که یه مستند درست کرد از پشت صحنه کار دیگه، اونم پخشش به مشکل خورد. از انجمن بین‌المللی فیلم مستندم جایزه گرفت، اما باز کسی پخشش نکرد. سر همین که زیادی سیاسیه. تازه 2 بعدش تو سال 1987 واسه اولین بار فیلم پخش شد. آهنگ سان سیتی هیچ وقت نتونست به اندازه آهنگ وی آر دی ورلد معروف و موفق بشه. وی آر دی ورلد حدود 20 میلیون نسخه فروخت و یه چیزی حدود 63 میلیون دلار پول درآورد. سان سیتی فقط 1 میلیون دلار تونست درآمد داشته باشه. به نسبت وی آر دی ورلد کم بود خیلی، اما بازم 1 میلیون دلار بود. که البته ونزنت همشو داد به کنگره ملی آفریقا واسه مبارزه با آپارتاید. لیریکس آهنگ رو هم بهتون بگم و ببندیم موضوع رو. لیریکس سان سیتی کلا خیلی مستقیمه. یعنی اینطوری نیستش که بخواد حرفشو ادبی و یواشکی و با گوش کنایه و من یه چی میگم تو خودت بفهم قضیه چیه و اینجور حرفا بگه. بذارین بگم لیریکسشو بهتون. جالبه. میگه که ما رپرها و راکرها قوی و محکم دور هم جمع شدیم که در مورد آفریقای جنوبی و اون چیزی که خوشمون نمیاد حرف بزنیم. الان وقت عدالت و حقیقته. تنها کاری هم که میتونیم بکنیم اینه که توی سان سیتی اجرا نکنیم. مردم رو آواره کردین و بردینشون به وطنهای ساختگی. خانواده‌ها رو از هم پاشوندین. 23 میلیون نفر نمیتونن رأی بدن چون سیاپوستن. انگار از پشت داریم به خواهر و برادرامون خنجر میزنیم. دولت ما میگه داره تمام تلاششون میکنه. همون طرح تعامل سازنده ی رونالد ریگان. این وسط هم آدم ها میمیرن و امیدشون رو از دست میدن. این مدل دیپلماسی آروم و مهربون یه شوخیه فقط. دیگه وقتشه که خودمون رو مسئول بدونیم. آزادی چیزیه که هیچکس مجانی به دستش نمیاره. یه نگاه به دنیا بندازی میبینی که نمیشه منکرش شد. یکی به من بگه که چرا ما همیشه در جهت اشتباه واستادیم. بوفوتاتسوانا دوره، همون جایی که سان سیتی توشه، ولی ما میدونیم که توی آفریقای جنوبیه. مهمم نیستش که خودشون میگن نیست، میگن یه کشور دیگه است. شما نمیتونین منو بخرین، برام مهم نیستش که چقدر پول میدین، از من نخواین که بیام توی سان سیتی اجرا کنم. با همین صراحت و بدون تعارف و صاف و مستقیم که تازه کلی از صراحتش کم کردن، توی نسخه دمو ونزنت اسم آرتیستایی که رفته بودن سان سیتی اجرا کرده بودن رو هم لیست کرده بود، گیر داده بود به همشون که بعد دیدن بهتره کار خودشون رو بکنن، دعوارا نندازن. آهنگ آلبوم سان سیتی اصولا نقش پررنگی توی مبارزه با آپارتاید داشت. تو سال 1993 تجدید انتشار شد. مون تا از وقتی که تو سال 1994 آپارتاید تموم شد، سان سیتی چون دیگه موضوعیت نداشت، دیگه نه رادیوها پخشش کردن، نه اینکه تجدید انتشار شد. ممنون که این ویدیو رو دیدین. توی این ویدیو یه موضوع تکمیلی از سانگل 4 که در مورد آهنگ بیکوی پیتر گیبریل بود رو بهتون گفتم. یعنی ماجرای پروژه آرتست یونایتد اگینست آپارتاید و آهنگ و آلبوم سان سیتی. اگه این ویدیو و کلا ویدیوهای کانال پادکست آلبوم رو دوست دارین، لایکش کنین. بزرگترین حمایتی هم که میتونین بکنین اینه که به بقیه معرفیش کنین که تعدادمون بیشتر بشه. نظرم اگه بدین، هم در مورد خود ویدیوها، هم در مورد موضوعی که ازش صحبت میشه عالی میشه. واسه اینکه رفاقتمون هم رسمی بشه، کانال رو سابسکرایب بکنین. اگه زنگوله رو هم روشن بکنین، ویدیوی جدید که بذاریم خودش خبرتون میکنه. عالی باشین. فعلا خدافظ.